اسپانیا اینا تغییر دارن، برای بایسکل میگن دوچرخه یا برای موتر، یا برای ما شما موتر میگن، اونا اتومبیل آله خودرو میگن یا خودرو میگن، خیلی چیز نو پیدا شده. منظور سوسنجا نیست که ما چطور میتانیم و چطور بتانیم تا امو واژه ها یا زبان اصیل خود حفظ کنیم که از خود ما باشه. عرض کنم که فرهنگ ها معمولا اثر میگذارن بر یکی دیگه و داد و گرفت دارن فرهنگ ها، و معمولا فرهنگ های قوی تر شعای تأثیرشان بر فرهنگ های ضعیفتر بیشتر هست، و زبان هم یکی از اجزای فرهنگ است. و ما نباید نسبت به پاسداری از زبانهای متداول در افغانستان، منظورم تنها فارسی دری و پشتو نیست، زبان ازبکی، زبان ترکمنی، زبان نورستانی، نورستانی امثال از این باید حرمت بگذاریم و سعی بکنیم که بر از اینا مکتب آماده شود، رادیو آماده شود، تلویزیون آماده شود، و گوینده های او زبان ها خود بیشتر از پیش با مرکزیت تاریخی خود با دیگه برادرهای خود انیس و مونس فکر بکنن، و این باید با یک برنامه انجام شود. و خب ورود بعضی از این واژه ها در زبان ما، چی پشتو چی فارسی، اجتناب ناپذیر هست. و خب شما میفهمید که 50% کلمات فارسی دری مدیون زبان عربی هست، و ما هنوز وارد جامعه مدرن نشدیم که مدرنیسم تجربه کرده باشیم، و ما جامعه هنوز هم کماکان یک جامعه روستایی هستیم و روستازره هستیم، و به طب جامعه روستایی ناگزیر است که تلفن بگوید، تلویزیون تلویزیون بگوید، کامپیوتر بگوید، این ضرورت اجتناب ناپذیر هست. و ما نباید مرتکب خیلی شدیم تغییر بتیم از اینا کلمات دیگیر جانشین بکنیم. شما در این قسمت مثلا در گذشته چی نقش را بازی کردین؟ شما در این قسمت یعنی؟ والا امی که به قدر توان دود چراغ خوردیم و زانوی اسرت ها و زانوی مشکلات در بغل گرفتیم و قلمک زدیم و چیزکای آفریدیم، ای ناشی از این احساس مسئولیت است نسبت به فرهنگ ما، نسبت به زبان ما. و خب بحث درباره فرهنگ و زبان بسیار گسترده است، و خب شاید من توان از دیده نداشته باشم که این مسئله رو خوب باز کنم، اما می ترسم که زیای وقت نشه. هست برای خدا. شما چی فکر میکنین مثلا رول وزارت فرهنگ و کلتور در افغانستان در این قسمت چی یک رول را بازی کرده؟ اول خود کاربرد کلمه کلتور بسیار نامناسب هست برای او وزارت خانه و فرهنگش شریح هست. حتی امو اطلاعات سابقی را که ما داشتیم و شاید او التباس شده با سازمان های جاسوسی برای اکثر کشورها وزارت اطلاعات فکر میکنن که ریاست امنیت ملی یا اطلاعات بره. اما وزارت فرهنگ در برگیر تمام امو مفاهیم است، در برگیر اطلاعات هم میشه. بله درست. و تافلر صاحب نظر معروف اهمیت اطلاعات کم از او نظریات بسیار مهم و ریشه‌دار کلاسیک چپ که می گفتن تحول سیاسی مولود برخوردهای طبقاتی است. عالمه که
بعض از صاحب نظرها مثل ویبر اینا میگن که خب تمدن اطلاعاتی جانشین اون نظریات شده و همین لحظه هر آنچه که در استرالیا پخش شده اقصا نقاط جهان میشنوه و هضم میکنه و جذب میکنه. دیگه ما چی بگویم، ما تا جایی که من دور بوده دینی خدا شیا کرده فنا با خدا. مزد میخوایم باز یک سوال دیگه، یک سوال دیگه که بسیار هم سوال است و هم یک مشکل است، مخصوصا برای جوانایی که سراسر مثلا امریکا و اروپا کلان شده، مثلا افغانایی که در اروپا و امریکا کلان شده، اینا یک پرابلم، یک مشکل لسان دارن. مثلا لسان فارسی را یا دری را درست گپ زدن نمیتونن و بسیار لغت های خارجی، چی انگلیسی باشه یا چی آلمانی باشه یا در هر جایی که هستن، اونا را استفاده میکنن و همراه زبان دری مخلوط شده و مخصوصا بر ما بسیار مشکل است و بسیار زیاد بینندای ما سر ما انتقاد میکنن که شما باید لغت های انگلیسی را استفاده نکنید. نظر شما چی است؟ یا چه قسم ما میتونیم که این مشکل را حل کنیم؟ یا چه قسم بر بینندای خود میتونیم این مشکل خود را بفهمانیم؟ شدیداً گلمند هستم از او دوستایی که اوه نادیده موزه را از پای میکشن و اعتراض میکنن بر سر نطاق ها و گوینده های بسیار عزیزی که در تلویزیون های افغان ها در خارج گپ میزنن و میگه که خب تو چرا شفاف فارسی نمیگی یا پشتو نمیگی. اونا باید تأثیر این محیط بر گوینده محاسبه بکنن و کسی که حتی در اینجا تولد شده او چطور میتونه که فارسی متداول یا دری متداول کابل حرف بزنه و احسن به شامت از اینا و دل و جرأتشان که اینا میاین در تلویزیون حاضر میشن و گپ میزنن. ما شنیدیم صحبت های بسیار مغلوط و شیرین بخش میشه و خب اعتداد از سر چی بگویم، اثر نامهربانی اونا را انتقاد میکنن. من طرفدار این انتقاد ها نیستم، باید اونا را تشویق بکنن و مجال بدن که رفته رفته زبان از اینا گویاتر شود، تلطیف شود، روانتر شود. و من شاهد هستم که در این تلویزیون آریانا افغانستان گوینده های فارسی ما و پشتوی ما، خب پشتو هنوز کم داریم سرعی ها جان، بله بیچاره کمک میکنم از کانادا، اقصا نقاط دنیا صدای خود بلند میکنه. اما دیگه گوینده ها بسیار فرق کرد. فرق من خودم شاید هستم، میخواستم امیره یادآوری کنم اکثر گوینده ما، من نمیخوایم بگم در پیشوری سوسن جان، سوسن جان بعد 4 ماه 5 ماه پیش، یعنی خودش وقتی که صحبت میکرد تقریبا 40-50% کلمات انگلیسی گپ میزد. اما حالا یعنی من خود من کمرش کار میکنم، مقدر به وضاحت میبینم که چقدر تغییر کرده. برنامه دیگه ما کسایی که کار میکنم مثلا اوا جان حقوقی یا ایلا جان از افغانستان آمده، سایر کسایی که امره ما هم کاری میکنم، روز به روز اینا بهتر شدن میگن و می خود از یک مکتب هست و حتما بینندگان تلویزیون هم با توزیع دکتر صاحب اکرم عثمان متوجه شدن که مشکلات حتما درک میکنن. ما روز اول گفتیم که سوسن جان مثلا در بیرون زیادتر عمر خود تیر کرده، مشکلات داره، بعضا مخلوط میشه زبان. اما حالا واقعا من خودم خوشحال هستم که یک انتقاد ایمیل ها را که میخوانیم روان میکنن نامه ها بینندگان عزیز تلویزیون. اصلا ما انتقاد در مورد طرز صحبت سوسن جان نمیبینیم که واقعا جای خوشحالی است. فهمیده نمیشه که صحبت شما آمیخته است با ما کوشش زیاد میکنم که بسیار خوب است. و متاسفانه بعضی از هموطنهای سختگیر ما یک ذره قضیه رو پیشتر میبرن و غلیظتر میکنن. مثلا یک خوارکی هست که عمیرا جان مثل عمیرا جان شفا، بله
و معلومه که چندین دفعه بلو مورد اعتاب قرار دادن که تو چرا چادر نمی پوشی و خب در زبان تو بسیار کلمات غیر معمول هست و از تو گپا این دلشکنی هست و دلشکنی گناه هست نه و آقای عبدالرحمن نه؟ بله عبدالرحمن جان بله عبدالرحمن جان او بیچاره را این با مویایش بی جای تأثیر اعتراض گرفتن که تو پیش